سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز استوری آشپزی داریم. سپانسر استوری امروزمون هلو فرشه که اگر کانادا آمریکا زندگی میکنی یا هر جا انگلیس به احتمال اسمش رو شنیدین. هلو فرش چیه؟ یه کمپانیه که تمام مواد غذایی رو در روز میخره و میاره دم در خونتون. شما از قبل توی وبسایت انتخاب میکنید که تو طول هفته چیا دوست دارین بپزین. براتون فرش میره موادی که لازم دارین رو براتون میاره، گوشت، مرغ، هر چی که هست، و آموزش پختش هم براتون میذاره توی بگتون و دراپ آف میکنه. حالا اینم خواستم بهتون بگم که به تمام کسایی که کد منم امروز استفاده کنن $80 کادو بهشون میده. یعنی شما میخواین مثلا ثبت نام نکنید ولی یه مدت کوتاه اینو امتحان کنید، ممکنه مثلا یه هفته $80 بشه. کد منو استفاده کنید که اینجا مینویسم، میتونید با هلو فرش کار بکنید و کلی چیز میزادشون بگیرید. قراره بپزیم مراکن اسپایس چیکن و زوکینی هربی رایس و لمنی یوگورت که قیافش این شکلی الان بهتون نشون میدم. در واقع میشه مرغ تند مراکشی با زوکینی، برنج با ادویه و ماست لیمویی. خلاصه الان درست میکنیم و توشو چیزایی که فرستادن رو، در واقع چند مدل فرستادن. خب من الان همه رو باز کردم، از توی جعبه در آوردم. اولین چیزی که میخواستم بهتون بگم که تمام مقدار و اندازه رو براتون خودشون گرفتن. این سینه مرغه که دو تا تیکه برام گذاشته، تمامش هم کات شده است. بعد که در میام که دیگه خودمون کات نکنیم. اینجا باسماتی رایسه، دقیقاً به احتمال همینقدر نیاز داریم که دو تا گذاشته. مراکن سپایس بلند دو تا تیسپون، از این دو تا تیسپون گذاشته. گریک یوگورت که نیاز داریم خودش بسته بندی کرده. اینا سس چیکن براث آب مرغ که خوشمزه خوش طعم کنه. 4 تا زوکینی گذاشته. یه دونه لیمو نیاز داریم و اینم پارسلی. در واقع اگه اینجا هم نگاه کنی براتون نوشته چیکن براث، باسماتی رایس، لمن، زوکینی، چیکن براث، مراکن اسپایس بلند، پارسلی، گریک یوگورت. گفته که قبل از اینکه شروع بکنید آون رو 425 درجه فارنهایت درست کنید، تمام مواد رو بشورید و بعد برین شروع کنید. خب من اومدم با مامانم. مامان جان چرا اومدی امروز؟ خب تارا تا الان آشپزی نکرده. انگیزه میخواد، انگیزه نداشتن تو زندگی. حالا به هر حال دیگه، حالا من اومدم که یه خورده کمک کنم. آموش نره. استوریات حیاتی مامانم اومده که زوکینی و اینا مثلا بلد نیستم واقعا برش و اینا. برنجش من درست میکنم که خیلی کار راحتیه، کاری سخت میدم به مامانم. موهام هم سریع بستنش که دیگه فقط در همین حد آشپزی بلدم که میخوام مامان بو نگیره. من تو به کارهای زیبایی بیشتر میرسم. قیافت خیلی حرفه‌ایه. آره قیافم یه جوری که انگار میخوام بهتون آموزش بدم. پس ما الان میریم مامان از این ور زوکینی رو داره میبره. خب میریم که کدو رو نصف کنیم. به این میگن هفتمون، برای 4 نفر نوشته بود 700 گرم. برنج رو دو تا باسمتی ها رو میریزم و من میدونم که اینجا نداشته برنج رو بشوری، ولی میدونم که برنج رو باید شست. شاید حالا شستن برنج رو میشه؟ نه نه حتما باید. نه من میشونم برنج رو، فکر میکنم توی این هم ممکنه فرین کاری. اگر اول استوری گفتم که اومدم آموزش آشپزی براتون بذارم، من از قبل اصفایی کنم. من برنجم بشورم. من اصلا داری چی رو گذاشتن؟ اون فقط آب رو میریزی برای اینکه سنگین نشه آب رو تو میریزی. آها اینجا نمیشوری؟ نه خیلی. ولی نگفته مامان با چقدر آب من باید برنج رو بپزم. من یه بند انگشت مدل ایرانی میخوام. خب یه بند انگشته؟ آره. باید اینجوری کنی برنج صاف بشه، بعد یه بند انگشت اینجوری بذاری روش. پس بیشتر؟ یک کم بیشتر. Still covered, rice tender, and the liquid is absorbed 14 minutes. خب آب و رو میگه با درجه نه گفته به قرآن. یاد باشه این مراکشیه، مثل ماما ممکنه نپزن. درش هم گفته بذارین 14 دقیقه. نه روغن نه نمک، هیچی نگفته که بذارین، فقط برنج گفته بشورید و بجوشونید. خب من نصف ماسته رو با لیمو گفته توی ظرف جدا بذاریم. با لیمو، لیمو هم این توه بسه میرم میتونم بتونشون بدم. با نمک، فلفل، فلفل هم داخل رو بریزیم. نصف دیگه یه ماستتون هم که گریک یوگرته توی ظرف بزرگتر بریزیم.
که با مراکن سپایس بلند که برمون گذاشتن کنار و نمک فلفلی رو درست کنیم. این میشه سس مرغ. این سس رو هنوز نمیدونم کشیده برای چیه. میگه مرغا رو بعد از اینکه مرغ رو شستین با یه دونه دستمال کاملا خشکش بکنیم. و این هم 4 تا تیکه سینه مرغ و گفته با دست تاسل بکنید. حالا من با دست تاسل نمی کنم، با قاشقی چیزی قاطیشون می کنم. خب تا برنجمون آماده بشه، مرغ رو گذاشتیم توی سوسی که درست کردیم، یه تاوه بزرگ گفته بگیریم، مخصوصا اگه برای 4 نفره، بذارین روی درجه میدیم تا کاملا داغ شه. بعد روغن زیتون رو گفته که 2 تا تیسپون برای کسی که 2 نفره و اگه 4 نفرین وقتی که داغ شد بیشتر. دلیلی نداره که بپزه، چون بعدش داریم میذاریمش توی آون. توی آون بذاریم مامان. آون به فارسی سره. عالی. توی این موقعای اینجوریه که فکر میکنم که من که خیلی احساس میکنم فارسی بی نظیره، خیلی هم بی نظیر نیست، چون وقتی بهش فکر میکنم همون لحظه حرفه رو بلد نیستم. ولی توی ذهنم میدونین که مثلا من استاد ادبیات فارسی هم. خب اینو چیز کنه همه اونو میتونید همش بزنید. این برای چیه؟ سوس ما. بعد از اینکه 3 دقیقه آره golden brown شد، میگه place it on a non-sticking pan like a sheet. یه ذره رو اون روغن زدیم، بعد اینو میذاریم توی آون. There we go. خب توی همین پنی که مرغ رو درست کردیم روغن رو اضافه کردیم، بعد میریزیم توی پن و 5 دقیقه گفته بذاریم روی این باشه تا کرسپ بشه، تله بشه. خب بعدش میگه نمک و فلفل اضافه کنیم. میکمش کنم. نمک، فلفل، پنج دقیقه میذاریم بمونه تا کرسپ بشه. خب برنج رو که پختیم میگه با چنگال بیاین فلافش بکنید، یعنی همینطوری برش گردونید. بعد 2 قاشق کره بریزید توش که این بکنم بشه 1 قاشق، این بشه 2 قاشق. پوست لیمو رو که زفت کردیم ما، چنگالو بردارم با لیمون زسته و نصف پارسلی که بهمون دادن، چون نصف دیگرش رو میخواییم برای روی تزیین غذا میذاریم. و بعد اینو با چنگال گفته کامل هم بزنیم. خب برنج رو گذاشتیم روی ظرف، همه کدو رو هم گذاشتیم روش. حالا مرغ رو آماده شده در میاریم. چی شده؟ واو. و بعد مرغ رو میذاریم روی برنج و کدو و قسمت آخرش سوسشه. با ماست و لیمو نمک فلفل رو میریزیم روی مرغ ها. ظاهرش که خیلی خوشمزه است. امیدوارم خوشمزه هم شده باشه. و کامبینیشنش هم خوبه. پارسلی رو گفته همینجوری بریزید روش. واو. یامی. خیلی خوشمزه به نظر. الان از جلو هم میگیرم که ببینید و بعدم امتحان میکنم مزهش هم بهتون میگیم. خب تموم شد استوری امروزمون. به نظر من که بی نظیر بود. غذا خیلی خوشمزه شد. مثلا منی که هیچی آشپزی بلد نیستم ممنونم ازت که امروز اومدی کمکم کنی. من که کاری ندارم. و دست منو میگیری تو این را. کد من رو میذارم اینجا براتون اگر میخواین 80 دلار دفعه اول آفه و میتونید امتحان کنید. حالا حتی اگه آشپزی هم بلدین خیلی ایده خوبیه، به خاطر اینکه کلی حالا بجز اینکه خیلی به صرف است براتون، کلی گروسری به روز میارن، فرش میارن، کلی آدم چیزایی غذایی که تا حالا نپخته رو امتحان میکنه و میپزه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این تور استوریا و دوستتون دارم. موضوع خودتون باشین. بای بای.